تحولات عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و رقیب منطقه ایران موضوع مورد بحث در مقالات و نشریات و وبسایت‌های خبری امروز است. با هم نگاهی داریم بر آنها. وبسایت خبری بلومبرگ که کانون توجهش اخبار اقتصادی جهان است در مقاله تحت عنوان ریاض برای مقابله با رشد اقتصادی ایران گزینه دوم دارد نوشته اگرچه عربستان سعودی نتوانست از تحقق توافق اتمی ایران با جامعه جهانی ممانعت کند، اما ریاض با اتکای به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به دنبال کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران رها شده از بند تحریم‌های بین‌المللی است. یکی از اقداماتی که با اعمال نفوذ ریاض صورت می‌گیرد برقراری محدودیت‌های بیشتر برای بازرگانان ایرانی در امارات دبی است. مانند سختگیری در تمدید پروانه کسب و کار و همچنین دشواری در باز کردن حساب‌های بانکی برای ایرانیان در اماراتی که از عمده شرکای بازرگانی تهران است. ریاض از سلاح نفت نیز برای کاستن از بست اقتصادی ایران استفاده می‌کند که مثال آن طرح متوقف کردن عرضه نفت خام در بازار جهانی است. ریاض نیز چندی پیش از بیم بهره بردن حزب الله لبنان کمک نظامی 3 میلیارد دلاری به بیروت را متوقف کرد. هم‌اکنون تهران و ریاض در یمن و سوریه در حالت جنگ نیابتی به سر می‌برند. به نوشته این سایت به نقل از پال پیلار کارشناس مسائل خاورمیانه ممکن است ریاض برنده این جنگ در درازمدت نباشد، اما هم‌اکنون از گوش شنونده‌ای در بین تندروهای واشنگتن برخوردار است. خبرگزاری رویترز در مقاله تحلیلی نوشته که فرایند اصلاحاتی که در عربستان سعودی با اعلام رهایی از اتکا به درآمد نفتی تا سال 2030 آغاز شده، حتماً بر دو پایه دیگر، حفظ یکپارچگی کشور یعنی خاندان سعود و اسلام تأثیر خواهد گذاشت. نویسنده این مقاله میگوید که کاسته شدن از قیمت نفت موجب افزایش قیمت‌ها و به تبع آن فشار بر قشر کم درآمد و بادیه نشینان سعودی خواهد شد. از سوی دیگر این مسئله بر درآمدهای شاهزادگان آل سعود تأثیر خواهد گذاشت. به نوشته نویسنده این مقاله نارضایتی در بین مردم و خاندان سلطنتی بر حفظ یکپارچگی این کشور در آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر قوام سلطنت آل سعود بر پایه همراهی با وهابیت استوار بوده. حالان که برای پیشبرد اصلاحات که مثلا شامل اعطای حق رانندگی به زنان و تساهل بیشتر در سیستم قضایی است، موجب برخوردهای بین ایدئولوگ‌های وهابی با خاندان سلطنتی خواهد شد. نویسنده این مقاله میگوید که وهابیت یکی از علل کلیدی عدم کنار آمدن ریاض با تهران است. نویسنده می نویسد که در صورتی که حاکمیت در ریاض نتواند بر این عوامل تهدید کننده یک پارچگی خود فائق آید، احتمال گسست این کشور به چندین منطقه خواهد شد که تبعات ژرفی بر ثبات در خاورمیانه خواهد گذاشت.